سلام مجدد خدمت یکی که شما عزیز گرامی که با ما همراه هستید چهارشنبه روز حضور جناب آقای رزوی حکیم رزوی قومیست و پاسخ به سوالات شما البته میدانم این گلایه شما به من هم رسیده و ولی چه کنیم به هر حال برنامه رسانیست است و زمان محدودیت های خاص خودش رو داره دعا بفرمایید یک فرجی بشود و یک برنامه مستقل با جناب آقای رضوی عزیز و دوست داشتنیمون خواهیم داشت که زمان بیشتری رو به این مقوله‌ای که خیلی امروزه هم پر استقباله و هم نیاز خیلی از خانواده هاست چرا که باور ما بر اینه بخشی از طب سنتی اسلامی حالا یا اسلامی شیعی که تیتر بیشتر برنامه ای ما هست بحث پرهیز و دانستنی های قبل از حالا بیماری هاست که خیلی کمک میکنه به فاصله گرفتن از فتنه و شر که اون رو تمام خانواده ها میدانند و نیازش رو یعنی میدانند و انشالله بشود یه برنامه کاملا مستقل و خوبی رو داشته باشیم اجازه بدین وقت رو خیلی تلف نکنم سلام عرض ارادت داشته باشم خدمت شما بای حکیم رزوی سلام نیکم سلام نیکم خیلی خوش آمدین سلامت باشین من به شما و همه بیننده یک بار دیگه ایام فاطمی هم تسلیه دارم سلامت باشین عوض بالله من شیطان رزیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. و اینکه ادامه میدیم بحث خودمون رو آره دیگه <applause> چون یه مقدار امروز هم سوال داریم. سوالات مردم آره سوالم داریم ما حالا ببینیم تا چقدر میتونیم مطرح کنیم اینجا. خب در مورد بحث علائم یا همون سمیولوژی که حالا ما مطرح میکنیم چون عزیزانی که میخوان پیگیری بکنن یه موقع اگر از وسط بحث میرسن بدونن کجا آره. هستیم گفتیم ملمس بحث چاقی و لاغری مو مطرح شد و نکته بعدی که جلسه قبل مطرح شد رنگ بدن بود دیگه. خب در مورد رنگ بدن گفتیم که رنگ صورت چهار رنگ مختلف داره یک رنگ پنجمی هم وجود داره که اونم رنگ تعادله که همون سرخ و سفیده اه. سرخ و سفید رنگ تعادله که اگر شخصی تو این حال باشه این مزاج خوبی داره مخصوصا اونه که سنشون بالاست اگر یک صورتی داشته باشن که هم سفیدی و سرخی توش هر دو وجود داشته باشه این معلومه مزاجش خوبه و حال خوبی داره حالا نسبت به تیر پوستان چی؟ نگاه کنید ارز کردم اونا دیگه نسبی میشه مثل اون تشخیص ملمسی بود که شخصی که حرارتش بالاست میخواد ملمس. حرارت بالا رو بسنجه باید اول حرارت خودش رو در نظر بگیره بعد حرارت بدن طرف این اینم هم همینه اول رنگ بدن طرف رو. در نظر میگیریم میزان سرخیشو می این شخص سیاه پوسته این پنجا درصد هفتاد درصد سیاهی داره درست شد صد درصد سیاه که نیست هفتاد درصد سیاهی داره حالا این هفتاد درصد شده هشتاد درصد پس معلومه این سودا داره اه. به سیاهیش اضافه تر شده فله. یا نه این سیاهی تو همون هفتاد درصده ولی قرمزی هم توش جریان پیدا کرده خب این مثلا خودش میبره به طرف اینکه یه مقداری حرارت رفته بالا شفته و بالا. دموی مزاج شده و اصلا تو سیاهی زردی خودش نشون میده خیلی سفید سیاه که یعنی سردی مثلا سفید هم بلغمه که خودش رو خوب نشون میده خب یک نکته دیگه که وجود داره در مورد رنگ ها عرض کردم رنگ های مختلفی هم میشه بررسی کرد در بدن که یکیش رنگ موه که تیرگی و روشنی هم قابل بررسیه و بحث فضولات بدنه و مواد دفعی که اون رو تو قسمت خودش عرض میکنه رنگ مو رو فقط میشود طبع طرف رو تشخیص داد نوع بیماری که تو مو خودش رو نشون نمیده نگاه کنید سودای شدید اگر یه بیماری طولانی مدت مثلا. آره، سودا وقتی تو خون زیاد میشه رنگ مو به طرف سفیدی میره یا وقتی که سردی توی بدن زیاد میشه معمولا مو زودتر سفید میشه البته اینم باید عزیزان در نظر داشته باشن وقتی میخوان بررسی بکنن نکته ژنتیکی و ارسی هم در نظر بگیرن چون مثلا مثلا فکر میکنن من الان مریضم دیگه نه اول اینکه سن،, این سن به دلیل اینکه سن میرسه سنم خیلی بالا تو طبقات سن اگه خاطرتون باشه بعد از چهل سال سن سوداست یعنی قاعدتا قلبه سودا باعث میشه که موی طرف،, طرف به طرف سفیدی بره درست شد ولی بعضی این طرف سی سالش اتفاق داره میافته اون قلبه مزاجی داره که سوء مزاج داره ایجاد میکنه و باعثی که زودتر اتفاق بیفته حالا گاهن میشه که شخصی خیلی زودتر از تایم طبیعی خودش اتفاق میفته حالات ژنتیکی داره میگه آقا اینطور بوده عموم اینطور بوده پدرم اینطور بوده از 20 سالگی به بعد یواش یواش موهامون سفید میشه لذا تو بررسی ها این باید در نظر گرفته بشه یکی اگر جزء که شخص باید به مثلا تعریفش بله. بده این باید پرسیده بشه منی که دارم نگاه میکنم اگه دیدم موهای طرف سفید با اینکه مثلا 30 سالشه نباید سری بگم این قلبه ای سودا داشته باید یه حالت جنتیش هم در نظر گرفته شه خب یک رنگ دیگه ای که اینجا باید مطرح بشه رنگ زبانه که توی تشخیص ها به ما خیلی کمک میکنه و اشخاص خودشون هم میتونن این کارو بکنن یه نکته که توی رنگ زبان وجود داره حساسیت تیف رنگیه میکنید انقدر تیف ها به هم نزدیکه که تشخیص با ممارست و تمرین میتونه دقیق باشه طرف باید این کار شده باشه یعنی باید به قول شما انقدر تمرین بکنه حالا جلو آینه زبون خودش رو ببینه تو حالات مختلف زبون مثلا بچهش، همسرش یا اطرافیانش رو مثلا تو مزاجهای مختلف مخصوصا وقتی که طرف علائم دیگر رو میسنجه برای تایید علائم دیگه از رنگ زبان استفاده میکنه استفهن. اون جایی که برای تایید استفاده میکنه از رنگ زبان خیلی میتونه تو آموزش بهش کمک بکنه یعنی میتونه خبره بشه تو اینکه آقا من الان از نه تا علامت به جز رنگ از نه تا علامت رسیدم به یک مزاج مثلا رسیدم به سودا حالا میخوام زبان طرف رو ببینم اون موقع میتونه خیلی بهتر تشخیص بده که یه سودای مزاج زبانش اصلا چه رنگی هست ما این چیزی که میگیم حالت تئوری داره عملیش خب باید کار بشه روش اینم هم بخواد. سختیش هم اینجاست نگاه کنید در مورد رنگ زبان خب یک رنگ رنگ سفیده شخص وقتی زبانش رو بیرون میاره و میبینه یک لایه سفید روی زبانش گرفته گاهن میتونه این نشون دهنده مزاج قالبه کل بدنش باشه و گاهن میتونه نشون دهنده مزاج عضوش باشه که زبون خیلی از اوقات به خاطر معده سری تأثیر پذیر روش یعنی سری رنگ خودش رو عوض میکنه به خاطر مشکلی که تو معده هست معده که بلغم بگیره سرد بشه ضعیف بشه معمولا قدیمی ها این کارو زیاد میکردن بچه مثلا تب میکرد یا حالش بد میشد میگفتن ما در تو ببینم زبونش که بیرون می آورد میگفت زبونش بار داره زبون که بار داره میگفتن چی خورده دم دلش مونده عرفا میگفتن دم دل کرده یا سردلم میگه یا سردل کرده یه چیزی میگفتن بخوره یا برگردونه هرچی تو معدهشه یا اینکه بره و دف بشه چرا چون معده وقتی که سرد میشه قابلیت هضم نداره یا کنه غذا وقتی که روی گاز گرم میشه پخته میشه اگر غذا توی معده گرم نشه یعنی حرارت معده افت بکنه حرارت معده بیاد پایین طرف اینه دوچار خلل میشه تو هضم غذا مشکل داره غذاش درست هضم نمیشه باد گلو دائما تولید میشه نفخ معده و روده براش ایجاد میشه اینا 99 درصد مواقع به خاطر سردیه علت دیگه هم میتونه باشه ولی علت اصلیش به خاطر سردیه غذایی که میخورن مرغای صنعتی که میخورن برنجایی که مصرف میشه یا مواد غذایی دیگه که داره مثل فسفودا فودا داره مصرف میشه این عوارض وجود میاره حالا نگاه کنید این که تشخیص بدیم این باری که روی زبانه این بلغم کل بدنه یا بلغم معده است باید عوارض دیگه حتما در نظر گرفته باشه و الا به این یک عارضه احتمال اینکه به خطا بریم زیاده زیاد. خب این سفیدی که اصلا مشخصه بلغم همیشه گفتیم معادل چربیه اگه خاطرتون باشه راجع گوشت و چربی گفتیم شخصی که چاقه چربی اگر داشته باشه بلغمه گوشت اگر داشته باشه دمه <applause> چون خون و دم و حرارت و رطوبتی که سازندگی ایجاد کرده مایچه ساخته گوش ساخته وقتی که یه جایی سرد میمونه حالت ماسیدگی و چربی ایجاده شلیه ایجاد میکنه خب سفیدی بلغم رنگ بعدی که در نظر گرمشون سرخیه گاهن طرف زبونش که بیرون میاره به شدت قرمزه بیا کنید اون وقت این که ارز کردم که رنگ داره اینجا اختلافش با رنگ بعدی حالا ارز میکنیم قرمز اگر شدیده این درنده مزاج دمه یعنی حرارت بدن طرف بالاست گاهن این قرمزی میره به طرف صورتی رنگ کم تر میشه اگر به طرف صورتی رنگ رفت این نشان دهنده مزاج صفراست یعنی گرم و خشک شخص و قالب اینم عزیزان دقت بکنن غالبا روی زبان این افراد اگر حرارت کبدشون خیلی بالا باشه به خاطر حرارت کبد بالا و گرم شدن کبد و در ادامه چرب شدن کبد گاهن زبونشون دوچار ترک و بریدگی میشه خاطر حرارت به خاطر حرارت بالا این اشخاص زود آف میزنن <applause> یعنی تا یه گرمی میخورن سریع دهنشون جوش میزنه یا رو جو زبونشون جوش میزنه مثلا میگه گردو میخورم مثلا دهنم میسوزه یا شیرینی جا مثلا دو سه تا دونه شیرینی میخورم چهار تا پنج تا خورما میخورم سریع اصلا به خارش میافتم یا تو گلوم این اتفاق میفته این نشون دهنده حرارت بالای کبدشون اینجور آدما طبعا سردن و به خاطر همین زود روشون گرمی نه. تاثیر میکنه یا نه ربطی نداره اون بحث نه کرده. دیگه دقیقا مخالفه اینا در نهایت گرمی کبدن به خاطر یک مقدار اضافه شدن گرمای دیگه لبریز میشن اون لبریزی و ما بهش میگیم آرزه بله تا وقتی که بدن که بتونه تحمل بکنه آره تا وقتی بدن داره تحمل میکنه من گرمی میخورم خب مثلا هست سردی میخورم هست ولی هر کدوم از اینا وقتی که لبریز بشه؟ بله. یعنی چی؟ یعنی که من سوء اون مزاج دارم بهش میگن قلبه میگن آقا طرف قلبه مزاج صفرا داره وقتی که قالب میشه یعنی زیادتر از حد میشه این با یک اندک تحریکی خودشو آرزه نشون میده زمین که حالا توی درس ها و برنامه قبلی بحث دم مثل طبعه عضوی هم داریم دیگه بله. میتونه طرف سرد مزاج باشه ولی مثلا کبد گرم داشته باشه نه این, تصبر... بله این اتفاق میفته اتفاق میفته. این اتفاق میفته. استثبه استثبه خب یه بحث تخصصیه که طرف کبد گرمی داره و معده سردی داره رحم سردی داره عضو سردی داره خون سوخته ای داره که نگاه کنید وقتی وارد سوء مزاج ها میشیم هر کدوم از مزاج ها ما یه سودا و صفرا و بلغم و دم میشنم. ولی گاهن هزاران شعبه صفرات هفت هشت نوع مختلف داره که خیلی از انواعش میبینید که آرزه های مزاج دیگر رو نشون میده ام. لذا تو تشخیص شخص اگر خبره نباشه به اشتباه میفته حالا اگر واقعا نیاز باشه توی مباحث آینده مثلا تو بحث پیشرفته تر میشه اینا رو مطرح این کرد ولی خب الان اصلا جاش نیست کنم بینندگان چون دارن پا به پا میان جلو به این مواردن برسیم جایی اشکال نمید. اگر این خب. بحث رو جمع کنید که زبان برای آره، که مورد بعدی هم که بحث سوداس خب سه تاشو گفتیم بلغم گفتیم دم گفتیم صفرا هم گفتیم پس سفیدی بلغم سرخی زیاد دم, دم. سرخی کم که به صورتی میخوره صفرا گاهن زردی هم روی زبان ایجاد میشه که زردی صفراس از اسور اینا همیشه تو ذهنشون باشه و مورد بعدی سودا است نگاه کنید سودا طرف این نباید تصور بکنه الان من زبونم در بیان یه زبون سیاه داشته باشم یه شب... زبون داشته باشم که مثلا رنگ کبود گرفته باشه آه. در مورد سودا فرق کنه سودا تقریبا مثل سفراس زبان طرف فقط در دو طرف لبه زبانش حالت کبودی ایجاد میشه دو طرف لب های لبه لبه زبان. زبانش یعنی تیغه زبان که بیرون میاد دو طرف تیغه زبان یه, یه خط حالت کبودی ایجاد میشه اونشون دهنده یه. سوداست سوداس. که دیگه به شدت و ضعفش کم یعنی یعنی زیاد زبان وسط زبان مهم نیست وسط زبان تقریبا مثل صفرا میمونه عرض کردم زردی این... میزنه نه به صورت به همون حالت صورت صورتی رنگ میزنه عرض کردم رنگ زبان با رنگ صورت تفاوت میکنه توی تشخیص اینو باید دقت کنید بسیار عالی ما تو 4 5 دقیقه باقی مونده بتونیم یکی دو تا سوال هم پاسخ بدیم اینقدر شما شیرین و مفصل صحبت میکنین 15 دقیقه الان گذشته خدمت شما عرضم که بیننده عزیزی سوال کردن که بچه های من خیلی سریع در برابر چشم زخم دیگران اثر میپذیرن آیا من میتونم کاری انجام بدم؟ خب اگر خاطرتون باشه این بیننده عزیز اگر برنامه رو دنبال کرده باشه در گذشته عرض ما در مورد بیماری ها این بود که یک سری از بیماری ها میتونه روحی باشه که خب همین چی زخم یکی از اون موارده میتونه ایجاد بیماری بکنه مخصوصا تو بچه ها. یکی از موارد درمانش حالا اسفند هست که کمک میکنه صدق دادن هست که کمک میکنه خوندن آیه ونیکاد کمک میکنه و ماشاءالله حول ولا قوات الله بالله العلی العظیم که کمک میکنه و نکته ای که تو روات اهل خیلی به سفارش شده مرحوم شیخ عباس قومی هم رحمت الله علیه توی کتاب مفاتیح الجنان توی قسمت اهراز و هرزه های اهل بیت علیه السلام که هرز چهارده محصوم میاره هرزی به نام هرز امام جواد علیه السلام میاره که یکی از اثرات فوق العاده این هرز هرز وجود مقدس امام جواد علیه مقابله با چه زخمه که اگر همراه عزیزانشون بکنن کبیر یا اون هرز صغیر همین هرزی که تو مفاتی از هرز صغیره هرز کبیر خب محجد درواز نقل کرده علام عزیزی ازشون نقل کرده سید تابوس هر اون خیلی بلنده اون دو سه صفحه و حالات خاص خودشو داره نماز داره رو پوس نوشته شدن داره به بازو هستن داره ولی این هرز این فقط هرز فقط همراه بودن داره که حالا این سوال هم مطرح شد من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز حالا جایی موسوی در جریان هستن بله. <laughs> <laughs> انشالله مطرح میکنه خدمت ما برای انشالله میلاد وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیه یک برنامه داریم چون از این موارد زیاد تقاضا شده و گفته شده که مشکلاتی براشون پیش میاد به خاطر چه زخم که انشالله اگر توفیق بشه بنابر اون برنامه که ریخته میشه و اعلام میشه یه تعدادی از حرز امام جواد علیه السلام حرز صغیری که خودم منده حقیر روی پوست نوشته شده میخوایم هدیه بدیم به عزیزان که انشالله حالا مطرح های. میشه نحوه اینکه کی میتونه دریافت کنه و چطور انشالله اونام اعلام میشه خیلی هم عالی من یه گوشش رو دو میدم به قول معروف دوستان عزیزی که در این برنامه یعنی روزهای دوشنبه و چهارشنبه که جناب آقای حکیم رضوی با ما همراه هستن حالا نه فقط در همین تایم اون قاعدتا این به گوش بینندگانی که این برنامه رو میبینن میرسه دیگه ما جای دیگه اطلاع رسانیشو نمی کنی. فقط برای تایم حضور جناب آقای حکیم هست اگر در این راه ارتباطی که زیر نویس میشه کلمه هرز رو برای ما ارسال بکنند دوستان ما اطلاعاتشون رو دریافت خواهند کرد و در روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از این هرزهایی که حضرت آقا قرار هدیه بدن رو هر جوری هست به دستشون میرسونیم حالا یا از طریق پست یا از طریق دیگری پس عنایت میکنین در واتساپی که زیرنویس خواهد شد برای شما عنایت میفرمایید به هر نفر هم یک دونه هرز رو داده میشه اگر که تعداد بیشتری میخوان میبایستی با اکانت های مختلف ارتباط بگین نه اینکه یه نفر پیام بفرسه من پنج تا دونه میخوام هر اکانتی که کلمه هرز رو ارسال بفرماید به این شماره که زیرنویس میشود توسط جناب آقای رضوی قومی روز سقیر آقا جواد الاهمه که به دست مبارک ایشون روی پوست آهو نوشته شده رو دریافت خواهند کرد این مختصر و مجمل این هم دعوتنامه و هم هدیه که حالا تیزرش رو من تنظیم میکنم و توی همین برنامه روزهای دوشنبه و چهارشنبه به اطلاع شما میرسانیم فرصت خیلی نداریم چند وقت دیگر پس از شهادت زمان کوتاهی به ولادت حضرت صدیقه طاهره خواهیم رسید و خدمت شما آرزم که این هدیه رو تقدیم میکنیم فکر میکنم با یک دو دقیقه اگر بتونیم باید. یک سوال دیگرم هم جواب بدیم پیام فرستادن که من دائما سر می میسوزه و هر غذایی که میخورم یه حس سردرد و سوزش معده خواهم داشت این دلیلش چیه؟ نگاه کنید در مورد سوزش معده یکی از علتاش همون علت سردی معده است معده وقتی که سرد میشه قابلیت هضم غذا رو درست نداره لذا اشتها میره بالا چون اصلا سردی معده است که یعنی معده هر چی سردتر بشه اشتهاش بیشتر میشه طرف میل به غذا داره میخوره ولی غذا هضم شدنش هم سخته معده نمیتونه هضم بکنه اکثر اوقات با مثل دم کرده نعنا با مثل آب و اصل و اینجور موارد مشکل طرف برطرف میشه زیره خیلی کمک میکنه زیره سیاه سیاه دانه خیلی کمک میکنه و تو غذاشون میتونن استفاده بکنن زنیان خیلی عالیه و خیلی کمک میتونه بهشون بکنه آویشن یکی از چیزهایی که وجود مادر سمیر مونی سفارش میکنه برای مشکلات معده هر دوش هم میتونن تو غذاشون بریزن هم میتونن رو با اصل بخورن هم میتونن دم بکنن و دم نوش مصرف بکنن اینا باعث میشه که معده گرم بشه باعث مده گرم بشه و سوخت و سازش درست بشه و طرف دیگه اتفاق براش نیفته ولی گاهی از اوقات به دلیل حرارت بالای کبد ترشحات توی معده زیاد میشه اسید معده زیاد ترشح میشه صفرا ما به اصطلاح سفرای معده بالا میره و طرف این اتفاق برایش میفته که ترش میکنه ام. اصطلاح یا بله. ترش کردن به خاطر زیاد گاهن به خاطر زیاد شدن سفرای معده است که این سکنجبین خیلی کمکشون میتونه بکنه اینجور افراد که حتی معدهشون سردم هست میتونن از سکنجبین نعنایی استفاده بکنه که همون سرک سرکه انگور اصل و عرق نعنا یا خود نعنا اگر باشه بهتره چون تو اسلامی برگ نعنا حالا اگر فرصت شد تو یک بازه زمانی کلا نحوه درست کردن سکنجبین و حتما ما و هم توضیح میدیم چون خیلی میتونه کمک کنیم بسیار ممنون و چکرم. خیلی محبت کردین انشاءالله که خداوند شما طول عمر با عزت بده و ممنون از شما بینندگان که با ما همراه هستین دقایق پایانی بخش اول ماست از آن و قرآن رو تقدیم شما میکنیم و باز دوباره با بخش دیگر برنامه بر بال در خدمت شما خواهیم بود از همتون التماس داد